کشدم این فرام. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آروم آرام از او یافت. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزانی که در این همایش شرکت کردن، بنده علی شهلا هستم، مجری فاز سوم همایش بر مدار صنایع. امیدوارم این ساعتی که در خدمت جناب آقای دکتر قجری هستیم برای همه عزیزان مفید و پرثمر واقع بشه. در خدمت جناب آقای دکتر قجری هستیم، یکی از افراد موفق در زمینه اشتغال در خارج از کشور. خیلی ممنونیم از ایشون که وقت با ارزششون رو در اختیار ما گذاشتن تا ما بتونیم از تجربیات ایشون در فاز سوم همایش استفاده خوبی رو به عمل بیاریم. جناب آقای دکتر، احتمالاً بعضی از دوستان ما آشنایی کافی در رابطه با شما نداشته باشن. اگه امکانش هست مختصری در رابطه با خودتون، تحصیلاتتون، زمینه اشتغالتون و رزومتون بفرمایید. متشکرم. جناب آقای دکتر، میکروفونتون فکر کنم وصل نباشه. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. آرزو سلامتی دارم. خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. بنده فارغ التحصیل مهندس صنایع ام، سال 78 از دانشگاه کرمان لیسانس گرفتم. سال 80 از علم و صنعت فوق لیسانس گرفتم. سال 81 با مدرک فوق لیسانس به عنوان هیئت علمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان شروع به کار کردم. نزدیک 10-12 سال اونجا بودم تا سال 1392. 1390 به عنوان دانشجو دکترا در دانشگاه بوعلی سینا شروع به تحصیل کردم و بعد از امتحان جامع مهاجرت کردم سال 92 و در سال 95 هم از رساله دکترام دفاع کردم. جناب آقای دکتر، اصلی ترین دلیل شما واسه مهاجرت و رفتن به خارج و شغل در اونجا چی بوده؟ من 7 سال پیش مهاجرت کردم، تقریبا در 35 سالگی. اصلی ترین دلیلش جان بفرمایید. بعد اصلی ترین دلیل، یه دلیل مشترکی برای همه که همه دنبال یه محیط یا یه بستر بهتری هستن برای زندگی و کار قطعا یه دلیل دیگه هم کنجکاوی بوده. خیلی خلاصه با مطالعاتی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که بهتره که مهاجرت کنم و مثلا فرض کنیم 2010 اقدام کردم و 2013 دیگه خارج شدم. درسته. اون اوایل زندگی در خارج چه محدودیت هایی جلوی راه شما بود؟ چه چیزهایی اذیتتون میکرد؟ چالشاتون اونجا چی بودن؟ خب من یه مختصری عرض میکنم، ولی در هر صورت همه صحبت ها مربوط به سال 2013 است، مثلا 7 سال پیش. الان شرایط یه مقدار فرق کرده. شاید مواردی که من عرض میکنم که اون موقع به عنوان چالش بوده، حالا بعضیاشون الان به عنوان چالش مطرح نباشن. اصلی ترین چالش که تقریبا برای خیلی از ایرانی ها هست زبان انگلیسیه، که تقریبا یه عاملیه که به این راحتی هم دستبردار نیست، سخته، خلاصه زمان بره. دیگه دلایل مهمی میتونه داشته باشه، مثلا فرض کنیم تمام دانشگاه های کشور خودمون به زبان فارسی تدریس میشه. در هر صورت ضعف در انگلیسی در بین دانشجوهای ایرانی و مهاجرای ایرانی خیلی زیاده.
سوشال میدیا مثل امروز نبود، برای همین اطلاعات جانبی که کمک میکنه به حل مسائل کمتر بود. یه عامل دیگه که نسبتاً اذیت شدم و الان ممکنه دیگه برای کسایی که الان میان اینطور نباشه، اون موقع مهاجر کمتر بود، مخصوصا دوستان همرشته‌ای نداشتم که مثلا فرض کنیم کسی که تو فیلد خودم کار کرده باشه چند سال اینجا که بتونه راهنمایی کنه. به همین خاطر یه فرایند زمانبری بود، مثلا فرض کنیم که شاید بیشتر از 2 سال که زمان میبره تا مثلا فرض کنیم که به زندگی بگم مثلا نرمال برگردیم. حالا قطعا عوامل محیطی هم هست، فرهنگ مختلف، آدم های مختلف. اینجا من تورنتو زندگی میکنم، مهاجر خیلی زیاده از کشورهای مختلف، آداب و رسوم مختلف. در هر صورت خیلی متفاوته، برای همین مثلا فرض کنیم که زبان انگلیسی رو میشه با تلاش زیاد کوتاه‌تر کرد، ولی قطعا یه مقدار زمان میبره که شما به محیط اینجا عادت کنین. جناب آقای، برای من این فرایند طولانی بود، تقریبا شاید 2 سال 2 سال و نیم طول کشید. درست. آیا برخورد اون افراد از لحاظ حالا خونگرم بودن مردم کانادا، آیا مثلا تو این روندی که دارید میگی تاثیرگذار بود، نبود، خونگرم بودن، آیا با افراد مهاجر میتونستن راحت ارتباط برقرار بکنن یا نه؟ خب من قبل از مهاجرت یه مطالعه نسبتا کاملی انجام دادم. یه عامل که خیلی برام مهم بود که میدیدم مثلا تو بعضی از کشورهای اروپایی به چشم میاد، نجات پرستی بود. دوست نداشتم برم یه جایی که این پارامتر باشه و اذیتم کنه. برای همین شاید یه دلیل مهم بود که کانادا رو انتخاب کردم و اومدم تورنتو. اینجا خیلی مهاجر زیاده، مخصوصا توی منطقه که ما ساکن شدیم. شاید بگم اگه به 10 نفر برخورد کنین از 10 تا کشور مختلف باشن. تو این ایریا همه مهاجرن، برای همین به هیچ عنوان این پدیده پیش نمیاد که شما فکر کنین، فرض کنین که به شما به عنوان یه غریبه نگاه میکنن. چیزی که تو کشورهای اروپایی مثلا تو شهرهای کوچیک انگلیس اینا خیلی گویا به چشم میاد. شما از اون ابتدایی که وارد کانادا شدید، وارد شغل مورد نظرتون شدید یا باهاش چالش هایی هم داشتید؟ من وقتی اومدم اینجا دانشجو دکترا بودم، برای همین درگیر تحصیل بودم، دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا بودم. بعد تو مقطع دکترام بودم، چیزی که تقریبا زمانبره، یعنی یه کاریه که در واقع یه کار تمام وقت تلقی میشه. در نتیجه یه مقدار زیادی از وقتمو برای تحصیلم میذاشتم و وقت کمتری رو برای فرض کنیم که کار جدید. شاید اگه یه کار جدیدم پیدا میکردم به محض ورود نمیتونستم شروع کنم. به همین خاطر پرسه برای من طولانی تر شد، تقریبا 2 سال طول کشید تا من از اول که اومدم اینجا، چون هیئت علمی بودم، سابقه کار اجرایی زیاد نداشتم، از همون اول تصمیم گرفتم که تو فیلد کنترل پروژه کار کنم. 2014 تدریس رو شروع کردم اینجا، یه جایی پیدا کردم که میتونستم پیماورا درس بدم. یه کار پارت تایم بود، به شرایط منم میخورد. آخر هفته مثلا شنبه مخصوصا مثلا 10 ساعت درس میدادم اونجا، میتونستم یه مقدار از هزینه های زندگی رو تامین کنم. 2015 کار تمام وقت پیدا کردم توی شرکت معماری، شرکت کوچیک، که یه شرکت کوچیک زیر 10 نفر که پروژه‌های کوچیک داشت، که تجارب خیلی خوبی گرفتم و الان انشالله در حین جلسه با دوستان
به اشتراک میذارم که بتونن انشالله براشون مفید باشه. دو سال اونجا کار کردم، 2017 تونستم توی پروژه نسبتا بزرگ صنایع دارویی مشغول بشم، یه کارخونه تولید واکسن، یه پروژه مثلا فرض کنیم که 6-7 سال است. پوزیشنی که کار میکنم بهش میگن اینتیگریتد اسکیجولر. یه تیم کنترل پروژه هستیم، منم در واقع مسئول اینتیگریت کردن اسکیجول هستم. آقای دکتر، رضایت شغلی شما در اونجا چقدر تفاوت داره با مثلا رضایت شغلی یه فردی که در اینجا هست در همون فیلدی که شما کار میکنید؟ جواب شاید خیلی آسون نباشه، ولی صرفا به خاطر رضایت شغلی من هیچ وقت نخواستم دنبال کار دیگه ای برم. اینجا کشوریه که فرصت‌ها خیلی بیشتر از ایرانه، در ضمن محدودیت‌هاش هم خیلی خیلی کمتره. به همین خاطر عده زیادی از دوستان هستن که میان اینجا و اصلا شغل عوض میکنن. اگه رضایت شغلی مهم نباشه، اون موقع دامنه انتخاب خیلی بیشتره. من این شغل رو تقریبا به مدت 1-2 سال تو ایران داشتم. به نظرم میاد اینجا یه مقدار ساختیافته تره، برای همین من رضایت شغلی که اینجا دارم خیلی بیشتر از ایرانه. همه چی تعریف شده تره. آیا درآمدی که دارید، حالا صرفاً نه که درآمد شما، درآمد کل افرادی که اونجا شاغل هستن، هزینه های زندگی رو میتونه رفع بکنه و یک مثلا سودی هم داشته باشه که بتونن پیشرفت بکنن تو زندگیشون، حالا خونه بگیرن، ماشینشون رو مثلا بهتر بکنن؟ آیا این مخارج و درآمدی که دارید میتونه سر به سر بشه یا بیشتر باشه؟ تورنتو شهر گرونیه. واضح‌تر بخوام جواب بدم، هزینه‌های مسکن خیلی زیاده. تقریبا مثلا فرض کنیم که خب اولا که فکر میکنم بیشتر از 50%، شاید 60-70% مردم اینجا حقوقاشون از میانگین پایین تره. یه عده کمتری بیشتر حقوق میگیرن و عده خیلی بیشتری کمتر از میانگین حقوق میگیرن. حالا اگه حقوق میانگین در نظر بگیریم، هزینه های مسکن شاید 50% بشه. برای همین مسکن خیلی گرونه. ولی از مسکن که بگذریم، بقیه هزینه ها نسبتشون به نظرم میاد معقوله. و به نظرم میاد که میدونی یه جوریه که تقریبا در یک خانواده هر 2 نفر باید کار کنن، و الا اگه حقوق میانگین باشه، یا برای خیلی ها پایین تر از میانگین، اون موقع با یه نفر با درآمد 1 نفر زندگی خلاص اداره کردنش یه مقدار سخت تره. الان یعنی شما منظورتون اینه که اگر پیشرفت بکنید و حالا بر طبق روال کانادا درآمد بیشتر بشه، آیا میشه سطح زندگی هم بهتر بشه تو اونجا؟ چون حالا شما میگید خیلی از افراد درآمدشون کمتر از میانگین هم هست اونجا، آیا مثلا یه فرایندی که یک فرد میتونه، یه فرد مهاجر میتونه اونجا خونه بگیره یا خونه بخره، وسط زندگی که حالا تو ایران داره تو کانادا بتونه بهتر از اون باشه، با تحصیلات حالا یه دانشجوی صنایع که داره میره کانادا و تحصیل کرده و حالا یک کار دانشجوی مثلا کارشناسی ارشد، چه مدت زمان طول میکشه که بتونه به اون پیشرفت، به اون مرحله برسه؟ اینجا حقوق معمولا زیاد نمیشن. مثلا اینطوری نیست که
شما سابقه کارتون بیشتر بشه، حقوقتون هم بیشتر بشه، چون که نرخ تورم پایینه نسبتاً، حالا به جز مسکن، حقوق هم تقریبا ثابته. بنابراین میخوام بگم برای کسی که 2-3 سال سابقه کار داره حقوق میگیره با کسی که مثلا 10 سال سابقه کار داره، حقوق تقریبا قابل مقایسه است. اینجوری نیست که مثلا کسی که سابقه کارش بیشتر حقوقش 2 برابر باشه. برای همین اگه یه نفر بتونه یه کار تخصصی پیدا کنه میتونه درآمد خوبی داشته باشه. منتها کارهای عمومی درآمدشون پایینه. مثلا فرض کنیم که مثلا همین پوزیشنی که من کار میکنم درسته دریافتی تقریبا شاید 20% از میانگین بالاتره، برای همین میشه یه خانواده 3-4 نفری و حالا با یه کیفیت مثلا نسبتا متوسط یا بالاتر اداره کرد. حالا در عوض خرید مسکن رو مطرح کردین. خرید مسکن هم زیاد پیچیده نیست، برای اینکه با 10% میشه یه خونه خرید. تقریبا 90%ش رو بانک‌ها وام میدن. حالا بگذاریم که یه فرایند طولانی مدت برای بازپرداخت دارن، معمولا 30 سال است، ولی در هر صورت 10% یه خونه متوسط مبلغ خیلی زیادی نمیشه. مثلا فرض کنیم بگم حقوق 1 سال میشه. جناب آقای دکتر، یه حدودی هم از درآمدتون میگید؟ آره حتما. خب حالا بسن یه مطلب عمومی رو بگم که شبیه کشور خودمونه ولی با یه خورده تفاوت. اینجا وقتی شما میرین سر کار 2 تا آپشن دارین. یکی این که آپشن اول میگن امپلوی، شما مثل یه کارمند عین یه کارمند هستین. مثلا فرض کنیم که 2 هفته 3 هفته مرخصی دارین، یه سری بنفیت دارین، بیمه دارین، عرض کنم که مثلا مرخصی استراجی دارین و و و. خب حالا فرض کنیم که برای این فرد حقوقش هم میزنن مثلا سالیانه $100,000. حالا اون شرکت مالیات رو برمیداره، سهم دولت رو پرداخت میکنه و در نهایت شما $70,000 دریافت میکنه. حدودا درسته 20-30% مثلا فرض کنیم چه مالیات زیاد. آپشن دوم اینه که اون شرکت مالیات رو بر نمیداره، میگن کانترکتور تمام $100,000 رو به شما پرداخت میکنه و شما سر سال مسئول هستین که برین درآمداتون رو ریپورت کنین و مالیاتش رو پرداخت کنین. اون آپشن دوم که کانترکتوره وقتی پول رو به شما میده معمولا حقوق به صورت ساعتی میگن، برای اون مورد اول حقوق سالیانه میگن. مثلا فرض کنیم که مورد اول من گفتم حقوق $100,000 در ساله، حالا تو مورد دوم چون حقوق به صورت ساعتیه دیگه بیمه به شما نمیدن، مرخصی هم ندارین، استعلاجی هم ندارین، بون هم ندارین، در نتیجه $100,000 که برای حالت دوم میگفتن طبق یه فرمول مثلا فرض کنیم که میشه $120,000. خب اون $120,000 یا مثلا فرض کنیم که میگن معادل ساعت $60 پرداخت میکنن و شما مسئولی سر سال هزینات رو بردارین و اون قسمتی که مشمول مالیات میشه مالیاتش رو حالا 15% 20% 25% بسته به درآمدی که دارین پرداخت کنین. برای قسم دوم که کانترکتوره، تو این پوزیشنی که الان من کار میکنم پروژکت اسکیجولر، دیگه کمتر از $50-55 نیست. معمولا درآمدها $80 $85 $75، اگه از شهر دور باشین $100. البته $100 دیگه درآمد نسبتا زیادی، ولی بگیم میانگین $70. اگه دیتیل من میتونم بیشتر بود. یک حداقل رفاهی که حالا مد نظر بچه ها هست میگن که چه مقدار باید باشه، یعنی بر حسب عدد، نه حالا حقوق و اینا بر به کنار، ولی بر حسب عدد مثلا نسبت حالا به همون شهری که شما هستید تورنتو
اون مبلغی که باید یک فرد داشته باشه برای حداقل رفاه چقدر باشه؟ بگیم هزینه های حداقل رفاه چقدره؟ بله اینجوری بگیم. خب حالا دیگه حداقل رفاه نسبیه، بسیار من اعدادو بگم. خب اولین مورد مسکن دیگه، حالا بستگی داره، اینجا خیلی رایجه اگه یه فرد مجرد باشه قاعدتا میتونه خیلی راحت یه اتاق اجاره کنه ها دیگه. حالا بسته به این که یه اتاق آیا به عنوان حداقل رفاه تعبیر میشه یا اتاق اجاره 600-700 دلاره، آپارتمان اجاره 1500 دلاره ها، میانگین دیگه. خب خیلی ها ترجیح میدن اگه مجردن ماشین نخرن، هزینه‌های ماشین خیلی زیاده، قیمت ماشین نسبتا کمه ولی بیمه ماشین در ماه تقریبا معادل قسط ماشین خیلی زیاده، هزینه های پارکینگ هم هست، هزینه های مثلا فرض کنید بنزینش هم هست، حالا مینتیننس هم قطعا داره، نمیدونم مثلا بگم 600 دلار 700 دلار هزینه یه ماشینه ها، اضافه کنیم مثلا به اون 1500 دلار که برای یه آپارتمان گفتیم. حالا وقتی گفتیم حداقل رفاه معناش اینه که تفریحات رو کنار بذاریم دیگه، دیگه تنها چیزی که میمونه خورده خوراکی که نسبتا ارزونه، مثلا فرض کنیم برای یه نفر 500 دلار بگیم ها. بله من مثلا بگیم 3000 دلار در مجموع، ولی خب مثلا ما که یه خانواده 4 نفری هستی هزینه مایانمون 6000 دلاره. آقای دکتر الان ارتباط با خانواده، مثلا تو ایران ما شاهد این هستیم که انقدر مشغله های کاری وجود داره، شاید پدر خانواده نتونه با فرزندای خانواده با اعضای خانواده اونطوری که باید در ارتباط باشه. آیا این شرایطی که در کانادا هست تایمی خود شرکت ها یا تایمی خود دولت مد نظر قرار داده یا اصلا نوع فیلد کاری جوری هست که بشه تایم مناسبی و با اعضای خانواده گذروند؟ باشه الان من ساعت کاریم مثلا فرض کنیم که 8 هست تا 4 8 تا 5. خب بله بعدش معمولا برمیگردم خونه. مثلا برای من که در 15 سال ایران کار کردم خیلی چیزا اینجا مشابه ایرانه، خوب متوجه نشدم، ولی اینکه میفرمایید آیا دولت برنامه‌ای داره یا وقتی میذاره، نه اینطور نیست. من برخوردم و شرایط زندگیم عین ایرانه، ساعت کاریم هم عین ایرانه، ساعتی که بچه ها میره مدرسه برمیگردن هم عین همونجاست، ولی خب در هر صورت الان دیگه خیلی قابل مقایسه با قبل نیست، خودتون میدونید دنیای الکترونیک بیشتر شده، ارتباط ها به نظر میاد کلا کمتر از قبل شده دیگه، درسته؟ قبلا مثلا فرض کنیم که من وقتی بچه بودم ما یه دونه تلویزیون داشتیم، همه می‌نشستیم پای یه تلویزیون، الان خب دیگه شرایط عوض شده، توی خانواده اگه 4 نفر باشن خودتون میدونین 4 تا گوشی هست، ممکنه 2 تا 3 تا تبلت باشه، 2 تا تلویزیون باشه ها، ولی برای من هیچ تفاوتی نکرده، به نظر میاد اینجا نگرانی نیست، یعنی کلن یه پرابلم محسوب میشه ولی این ایرانه. درست. جناب آقای دکتر، آقای کرمانشاهی سوال دارم، من میکروفونشون رو باز میکنم سوالشون رو بپرسن. حتما آقا. آقای کرمانشاهی میکروفونتون فعال شده. سلام عرض ادب. صدای منو داری؟ سلام جناب کرمانشاهی. وقت بخیر آقا. خیلی ممنون از اینکه حضور پیدا کردید. من یه سوالی دارم، با فرض اینکه من نوعی یه دانش آموز یه دانشجوی صنایعی هم که حالا درسم داره تمام میشه و زبانم هم خوب هست، اگر که فرض کنیم این زبان عالی است و مثلا من مدرک زبان رو هم دارم، با توجه این که ما سابقه کاری نداریم هیچ شانسی برای پیدا کردن کار توی کانادا هست؟ هر نوع کاری میتونیم بیاییم اونجا برای کار؟ من سوالم همین.
پیدا کردن کار تخصصی کار نسبتا سختیه. خب حالا فرایند استخدام به این شکله: وقتی یه شرکت میخواد یه نیرو بگیره، اول یه ایمیل میزنه به نیروهای خودش، میگه کسی رو میشناسین معرفی کنیم. به همین خاطر اگه شما کسی رو میشناسین که اینجا کار میکنه، شانستون بیشتره، چون دوستتون میتونه شما رو معرفی کنه، مسئولیت شما رو قبول کنه، اون شرکت تشکر میکنه، ضمن اینکه پرداختن بهشون میکنه که دوست شما کمک کرده شرکت یه نفر رو بدون هزینه استخدام کنه. خب درست. حالا دیگه به سوال کارم قطعا بستگی داره و و و کاری نداره، ولی اینکه گفتین هر نوع کاری، اینجا کار خیلی زیاده. من یادم وقتی تازه اومده بودم رفتم توی آژانسی، گفتم من دنبال کار میگردم، ساعت 10 صبح بود، به من گفت که میتونی ساعت 2 بعد از ظهر فلان جا باشی. کار جنرال رو عرض میکنم، خیلی زیاده. درست. خیلی زیاده. به همین خاطر اصلا به این شکل نیست که مثلا شما بیاین اینجا نتونین درآمد کسب کنین و مستحصل بشین. خب کار جنرال عرض میکنم، بله. خیلی خیلی زیاد. برای کار تخصصی، خب مزونی که وقتی شما اومدین اینجا سابقه کار ندارین، کسی هم نمیشناسین، انگلیسی کنم خوب نیست، در نتیجه ببخشید بین صحبتتون اومدم، مثلا من نوعی زبان انگلیسیم خیلی خوبه، مدرکشم دارم، حالا فارغ التحصیل صنایع هم هستم، ولی میشه از همینجا ایران یه موقعیت کاری جنرال پیدا کرد که با اون موقعیت کاری رفت بعدش کانادا؟ خب حالا کار جنرال نیاز به اپلای کردن از اونجا نیست، خب اصلا مرسوم هم نیست. من همین عرض کردم، شما اگه برین میگن فردا برو فلان چه کار کن، خب کار جنرال خیلی زیاده، خیلی زیاده. منظورم اینه که اگه زبانتون هم خوب نباشه بازم این فرصت هست. یعنی نگرانی از این که شما بیاین اینجا نتونین درآمد کسب کنین، این نگرانی نیست. منتها حالا اگه زبانتون خوب باشه به شما کمک میکنه که خیلی سریعتر اون کار اول که پیدا کردین عوض کنین، ها یه کار بهتر پیدا کنین، و قطعا به شما کمک میکنه که اگه برای یه کار تخصصی مصاحبه گرفتین، خب قطعا زبان خیلی مهمه دیگه، تو مصاحبه بهتر صحبت کنین و احتمال گرفتن کارتون بیشتر باشه. خلاصه این که کار جنرال خیلی زیاده و فکر نمیکنم از اونجا کسی لازم باشه کسی اپلای کنه، یا ولی برای کار تخصصی میشه از اونجا اپلای کنین، چون کار تخصصی اینجوری نیست که شما اپلای کنین بگین فردا بیاین سر کار، اولا که دو سه تا مصاحبه میکنن، بعدا میگن که میتونین شروع کنین، شما میگین من یک ماه بعد میتونم شروع کنم. ها این میتونه یه خورده فرایند رو کوتاه‌تر کنه، ولی کار جنرال خیلی زیاد و خیلی رایجه که شما وقتی مراجعه میکنین فردا یا پس فردا میرین سر کار. حالا دیگه هر زبانتون بهتر باشه میتونین موقعیت های بهتری. بعد یه سوال، مثلا ما به عنوان مهندس صنایع که هیچ سابقه کاری هم نداریم، موقعیت کاری هستش که مثل کارآموزی باشه که مثلا ما رو با این شرایط بپذیرن، حالا در حد زنده موندن هم به اون پول بدن که بعد بتونیم کاری پیدا کنیم؟ یه مراکزی هست مخصوص کسایی که تازه میان، خب عموما اینجوریان، یک ماه دو ماه اول به شما تئوری آموزش میدن، و مخصوصا هم مثلا فرض کنید که مسائل رفتاری، مسائل قوانین کار، اینا رو آموزش میدن، بعدم خودشون براتون یه کار بگیم، یه موقعیت کاری داوطلبانه میگن والنتیر پیدا میکنن. خب در واقع این کمک رو به شما میکنن که شما سه ماه توی محیط توی مثلا فرض کنید توی محیط صنعتی مخصوص رشته صنایع بگذرونید، تو این سما معمولا پرداختی به شما نمیکنن یا خیلی ناچیزه، منتها میشه یه کلید برای شما. اولا که به احتمال زیاد شما اگه مثلا فرض کنید که فرد مستعدی باشین اونجا مشغول به کار میشین، اونجا میمونین، قرارداد میبندین، و یا اینکه اون به عنوان یه سابقه میشه دیگه، میتونین به استناد اون سابقه و به استناد یک دو نفر که اون شرکت پیدا کردین میتونن رفرنس شما باشن، میتونین دنبال کار بگردین. و تو این سه ماه توی واحد صنعتی هم خیلی چیزا یاد میگیرین، هم فرایند کار رو یاد میگیرین، همین که نحوه کار کردن با بقیه، این که اینجا آدم ها چجوری با هم در تعاملن. در جواب سوال شما، بله از این مراکز خیلی زیاده. خب من وقتی تازه اومدم رفتم توی یکی از این مراکز، خب
حالا اون مرکز که من رفتم اینجوری نبود. یه مربی به من داد که این مربی هفته 2 ساعت تقریبا به مدت 30-40 ساعت با من وقت گذروند، هم مسائل تخصصی کار هم مسائل حاشیه‌ای همه رو سعی کرد به من منتقل کنه. تو پارسال یا 2 سال پیش بود من داشتم فکر میکردم، من که از این کمک استفاده کردم، این کمک ها همشون فری هست، یعنی شما لازم نیست پرداخت کنید. تا 2 سال پیش که من خودم مراجعه کردم به همون مرکز، گفتم من میخوام نقش همون مربی رو داشته باشم. بازم کسایی که نیوکامرن، کسایی که تازه میان میرن اونجا اسم می‌نویسن و اون شرکت مثلا فرض کنیم که با من تماس میگیره، میگه رزومه یه فردی رو میفرسته، میگه آیا مثلا فرض کنیم که این رزومه در کیتی کاری شما هست که شما برای ایشون وقت بذارید، ما مثلا هفته 1 ساعت 2 ساعت با هم جلسه می‌ذاریم، ها می‌شینیم صحبت می‌کنیم، حالا اگه فرد سه می‌خواد اسکیجولر بشه، ها من تجربیاتمون رو شیر می‌کنیم، حتی امکان از این مراکز زیادن. من حداقل خودم 3-4 تا رو می‌شناسم. ممنون. 3-4 تا سازمان مختلف، یعنی که هر کدوم شرایط مختلفی دارن. یکی مثل اون اولی که شما رو 3 ماه می‌فرسته یه جایی توی محیط صنعتی، یکی مثل این دومی که الان خدمتتون گفتم. بعد میشه از طریق این مراکزم ویزا گرفت یا باید اول ویزا اینا رو داشته باشیم بعد اقدام کنیم برای مرکز؟ آقای کرمانشاهی نشنیدم که این مراکز ویزا بدن. نه میدونین اصلا ویزا به این مراکز مربوط نمیشه. ما تا اونجایی که من میدونم ما یه ویزای تحصیلی داریم و یه ویزای توریستی مثلا، ها دیگه. ویزای کاری چطوره؟ اطلاع داریم؟ آره، ویزای کاری هم، ویزای کاری معناش اینه که یه شرکتی اینجا درخواست بده که مثلا فرض کنیم که ما به تخصص ایشون احتیاج داریم و مشخصا اون کار نمیتونه خیلی جنرال باشه، درسته؟ مثلا میخوام بگم وقتی شما میدونین، دارم نظر خودمو میگم، وقتی شما تازه فارغ التحصیل شدین احتمالاً خیلی نشه مثلا فرض کنیم که آخه تخصصی پیچیده هنوز شما ندارین که این شرکت به اون استناد کنه. در مقابل اینم میگم که خیلی از شرکت ها همین کارو میکنن، خیلی که نه، حالا مثلا یک دو مورد که من شنیدم، مثلا میگن که ما با آقای کرمانشاهی نیاز داریم، این مدارک هم داره، حالا یه ویزای، یه درخواست کار با آقای، یه پیشنهاد کار به آقای کرمانشاهی میدن و گورنمنت هم یه ویزای کار با آقای کرمانشاهی میده، ولی همه چی، ولی همه چی میتونه سوری باشه، ها، که آقای کرمانشاهی بیاد اینجا و یه پرداختی به اون شرکت بکنه. اینم شنیدم، ولی در کل معناش اینه که شما یه تخصصی دارین که این شرکت میخواد از تخصص شما اینجا استفاده کنه. ولی خب در هر صورت مقوله حقوقی من اطلاع زیادی ندارم. آقای دکتر رضایی هم سوال داشتن، دستشون رو بالا کردن، من میکروفونشون رو روشن کردم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، صدای بنده رو دارین؟ سلام. بله میکنم. خیلی متشکرم، مرسی، خیلی خیلی خوشحالم که از این طریق مجدد تونستم شما رو زیارت کنم. من یادم صحبتم با شما برمیگرده فکر میکنم به سال 96 که در واقع موعد دفاع شما از رساله دکترا بود. خیلی خیلی خوشحالم از این بابت و به همت حالا بچه های انجمن و قبول زحمت شما این فرصت فراهم شد. آقای دکتر، من میخواستم که با توجه به تجربیات آکادمیک و صنعتی شما که در واقع بسیار هم ارزشمند هست توی حوزه مهندسی صنایع، خب فکر میکنم مخاطبین این وبینار بیشتر بچه هایی هستن که ورودی 97 شاید 96 یا 98 صنایع باشن. خب بچه ها از ترم 4 به بعد، همونطور که خودتون بهتر از بنده میدونین، وارد درس‌های تخصصی میشن، مثل همون فیلدی که شما در واقع دارین اونجا کار میکنین یا فیلدهای دیگه، تعریضی واحدهای صنعتی، بحثهای کنترل کیفیت و بحثهای دیگه. میخواستم در واقع این رو از زبون شما بشنوم، به عنوان کسی که سابقه کار آکادمیک دارید، چند سال هیئت علمی با هنر کرمان بودید و بعد از اون مهاجرت کردین کانادا،
بچه‌ها روی چه حوزه‌هایی بیشتر تمرکز بکنن؟ یعنی اینکه من یادم اون موقع که خدمت شما صحبت می‌کردیم از سختی کار توی اونجا صحبت می‌کردین و می‌گفتین که در واقع اونجا به این صورت نیست که خیلی راحت بعد از فارغ التحصیلی بچه‌ها بتونن مشغول به کار بشن و یه جورای آواز دهل از دور خوش است. اون تعبیری بود که در واقع من هنوز یادم هست شما فرمودید. میخواستم از این باب با توجه به رشته‌های در دروس تخصصی که بچه‌ها میخونن در واقع برامون بگید، همین که توصیه‌تون توی زمان فعلی به بچه‌ها چی هست؟ آیا ادامه تحصیل براشون میتونه بهتر باشه یا اینکه با توجه به علاقه‌ای که دارن وارد فاز صنعت بشن و تخصص توی یک زمینه خاص؟ خیلی خیلی ممنونم ازتون، آرزوی سلامتی و خوشی دارم براتون. اختیار دارین. خیلی خوشحال کردم صدات میشنم. شما همین خب صحبت دو سه سال پیشه. حالا مثلا شاید اون موقع من در شرایط سختری بودم، چون بیشتر الان چیزی که شما من منتقل کردین یه حالت فرض کنیم منفی بوده ها، ولی خب الان شاید مثلا از دیگه ای صحبت کنیم. میدونی کسی که اینجا فارغ التحصیل میشه دوره کارآموزیش یک ساله، نه ماه یک ساله، پرداختش خیلی خوبه، بیشتر از مینیمم ویج بهش پرداخت میکنن، دستش بازه که هر جا خواست بره، حمایت میشه ازش و وقتی فارغ التحصیل میشه یک سال سابقه کار داره. خیلی مهمه، خیلی مهمه برای کسی که اینجا تحصیل کرده ها. مثلا فکر میکنم سال سوم که تمام کردن میرن کارآموزی، یک سال میرن بعد دوباره برمیگردن و یک سال توی واحد صنعتی بودن، دید فرد خیلی میتونه عوض کنه ها، که قطعا خیلی متفاوته برای کسی که مثلا فرض کنیم که از ایران لیسانس گرفته اومده اینجا، اون قطعا سختیاش بیشتر. از بقیه حوزه زیاد خبر ندارم، اطلاع زیادی ندارم، منتها تو این فیلدی که من الان کار میکنم همیشه بازار کار خوب بوده، کار کمه، نرخ بیکاری بیشتره، مخصوصا از پارسال که به خاطر کووید 19، ولی فیلد خیلی خوبیه، خیلی درآمدش نسبتاً خوب از بقیه رشته و رضایت شغلش خوبه، کارم زیاده، خیلی پروژه زیاده اینجا. حالا مثلا فرض کنیم نرخ بیکاری خیلی بیشتر از مثلا 2010 شما میومد اینجا میگفتن دو سه ماهی میتونستین یه کار خوب پیدا کنین، الان اینطوری نیست. ولی در هر صورت بذارین خوشبینانه نگاه کنیم، فیلد خوبیه برای کار کردنم که بیشتر از لیسانس احتیاجی نیست. خب در هر صورت شما بهتر میدونین مهاجرت یک سرمایه گذاری بلند مدته، برگشتی هم در کار نیست، حداقلش چند ساله، شما نمیتونین برگردین، حالا نمیتونین بریم 5 سال بمونین بعد برگردین. به همین خاطر دیگه باید فرض کنیم که سختی یکی دو سال اولو به جان بخرین. حالا ممکنه مثلا فرض کنیم که شانس هم قطعا مهمه، خوششانس باشین یا اینجا دوستای خوبی داشته باشین بتونین زودتر وارد فیلد خودتون بشین، خب این فعل مراده، و الا نیاز به اینا هم نیست، فقط ممکنه زمانش یه خورده طولانی تر بشه. و وقتی اینجا وارد فیلد خودتون شدین دیگه معمولا کار پیدا کردن خیلی آسان تره. خب ما صحبت کنترل پروژه میکنیم دیگه، توی پروژه شاغل میشیم، پروژه هم 3 ساله 4 ساله 5 ساله ها، بعد دوباره باید سویچ کنیم توی پروژه های دیگه. ولی خب اولیش سخته، بقیهش دیگه میتونین یه پوزیشن خوب داشته باشین و خیلی راحت اینجا کار کنین. نمیدونم سوال شما رو جواب دادم یا اگه چیزی رو فراموش کردم لطفا بفرمایید. میشنوی صدای منو؟
من صدای شما رو نمیشنوم. جناب آقای دکتر ببخشید. جان من صدا شما رو نمیشنوم. اینترنت من قطع شدش. بله ببخشید. خب الان صدا ضعیفه. بسیاری من خب آقا صدا میشنوین؟ بله بله صداتون واضحه. صدای بنده میاد؟ بله بله من میشنوم. خیلی عالی. خب ببخشید من داشتم میگفتم به دوستمون که نمیدونم به سوالشون جواب دادم یا نه، اگه چیزی فراموش کردم لطفا بفرمایید. ممنونم ازتون های دکتر غزری عزیز. عرض کنم خدمتتون که مثل همیشه خیلی شیرین و شیوا. من در واقع فرمایشات شما رو از اون زمان به خاطرم هست، خیلی هم با هم صحبت کردیم. عرض کنم خدمت شما که فضای فعلی که وجود داره آقای دکتر، هم داخل کشور هم خارج، حالا طبق فرمایش شما حالا توی خارج از کشور شرایط کاری توی فیل تخصصی خاص مثل حالا بحث کنترل پروژه بیشتر هستش، اما خب بچه ها الان شاید توی یک شرایط برزخی احساس بکنن از این جهت که آیا ادامه تحصیل به نفعشون هست، اینکه مقاطع تحصیلات تکمیلی طی بشه، یا اینکه نه توی یکی از دروسی مثل کنترل پروژه یا حتی فیلدهای دیگه از بعد نرم افزاری، از بعد اون نالجش به یک تخصص و به یک عمق خوب برسن و وارد بازار کار، حالا چه داخل و چه خارج بشن. این در واقع عرض انتهایی بنده بود. خیلی هم ممنونم ازتون. خواهش میکنم. من صحبت میکردم حواسم نبود که پیام رو چک کنم. الان جواب حضرت عالی و با یه سوال دیگه با هم الان مرور میکنیم. خب حسین خانم قاسمزاده پرسیدن داشتن مدرک پی ام پی برای کار در حوزه کنترل پروژه چقدر ضروری است. خب اینجوری که من استنباط میکنم، مثلا فرض کنیم که 10 سال پیش ها 10 سال پیش کسی پی ام پی داشت امتیاز محسوب میشد، الان یه الزامه. شما نمیتونید بگین من مثلا فرض کنیم یه سینیر اسکجولرم و پی ام پی هم ندارم. خب بذارین یه خورده بازتر کنم. شما وقتی رزومه رو میفرستین با توجه به اینکه نرخ بیکاری بالاست، ممکنه برای یه جا مثلا فرض کنیم که 100 تا رزومه بیاد، به طور قطع هیچ کس نمیشینه 100 تا رزومه رو نگاه کنه، برای همین فیلترهای اولیه رو فقط ماشین انجام میده. خب حالا چیا رو چک میکنن؟ قطعا سوال کار مهمه، سرتیفیکیت هم قطعا مهمه. یه سرتیفیکیت که خیلی رایج پی ام پی، اگه الان تو لینکدین آدمو نگاه کنین تقریبا خیلی از کسایی که تو این حوزه کار میکنن پی ام پی دارن. خب بزن لیست کنم 2-3 تا سرتیفیکیت که حالا برای دوستانی که میخوان تو این فیلد کار کنن میتونن استناد کنن به این سرتیفیکیت ها. رایج ترینش پی ام پی که خیلی تو کشور خودمون هم رایجه، کلاس‌های آمادگیش هست، امتحانش برگزار میشه. به نظر میاد یه الزامه، یا حداقل اگه پی ام پی نبود این مورد دوم که الان میخوایم بگیم. یه سرتیفیکیت دیگه هست مخصوص اسکیجولینگ، مال پی ام آی، خاطرم نیست فکر کنم پی ام آی اس پی هم چیزی.
اونم سرتیفیکیت که خیلی گرفتنش آسونه، همش تئوریه. این دوتا سرتیفیکیت من فکر میکنم یکیشو برای کسی که تو این حوزه میخواد کار کنه حتما باید داشته باشه. خیلی خیلی هم رایجه، خیلی ها دارن. سرتیفیکیت اون گروه دوم که میخوام اشاره کنم، باز اگه چک کنین میبینین تعداد کسایی که این سرتیفیکیت دارن خیلی تعدادشون کمتره. سرتیفیکیت مربوط به پریماوراست، مال شرکت اوراکله. خب من این سرتیفیکیت پارسال گرفتم، نوامبر 2019. اگه کلیتر بخوام بگم، بخواین کلیتر بررسی کنین، میتونین برین تو سایت اوراکل. 3-4 تا سرتیفیکیت هست که مربوط به نرم افزار پریماوراست. حالا یه پرانتز باز کنم، دو تا نرم افزار خیلی رایج تو کنترل پروژه که کسایی که اسکیجولینگ کار میکنن استفاده میکنن، یا ام اس پی یا پریماورا. ام اس پی خیلی خیلی استفادهش کمتره، ولی تو پروژه های کمتر. اینجا تو اویلنگس هر چی اویلنگس پریماوراست، هر چی انرژی پریماوراست، کانستراکشن خیلیش پریماوراست، شرکت های ترانسپورتیشن همشون پریماورا استفاده میکنن. به همین خاطر به نظرم میاد که اگه قرار باشه یکی از این دوتا رو یاد بگیریم، باید پریماورا رو یاد بگیریم. اوراکل یه سرتیفیکیت داره برای پریماورا. حالا اگه میخواین یادداشت کنین، نگاه کنین، 3-4 تا سرتیفیکیت هست. یکیش به من که پریماورا کار کرده بودم خیلی نزدیکتر بود. حالا شما چک کنین، احتمالاً شما به همین نتیجه برسین. این سرتیفیکیت کدش هست 1Z0-567. خب اسمش هست پریماورا P6 EPPM Specialist. در زمینه سرتیفیکیت PM، اول اینکه اگه سرتیفیکیت داشته باشین به نظرم میاد قطعا نتیجهش مثبته و شما میتونین جزء کاندیداهای معدودی که انتخاب میشن باشین. و نکته دومی که در مورد هر کد، حالا این سرتیفیکیت دوم که اوراکل، من نمیدونم تو ایران چقدر شناخته شده است، نمیدونم کلاس‌های آمادگی داره یا نه، ولی در هر صورت من اینو گذروندم پارسال، مدارک و داکیومنتم زیاد دارم. هر کدوم از دوستان که خواستن اپلای کنن، برای هر کدوم، برای پی ام پی یا برای اون سرتیفیکیت دوم که گفتم، من با کمال میل خلاصه در خدمت شما هستم. داکیومنت، مدارک، هر چی، کتاب، نمونه تست، هر چی هست، من یه مقدار زیاد جمع‌آوری کردم و نگه داشتم برای دوستانی که لازم دارن. خلاصه این که اگه بتونین سرتیفیکیتی بذارین تو رزومتون قطعا بهتره. خب پی ام پی تقریبا 500 صفحه کتابه دیگه، معناش اینه که وقتی شما پی ام پی گرفتین، خب حداقل تعبیرش اینه که شما 500 صفحه مطلب بیشتر از بقیه خوندین. و در مورد اون دوم که اوراکله، خب به وضوح نشون میده که شما دانش پریماوراتون در حد قابل قبوله. حالا اون سرتیفیکیت دوم که مربوط به اوراکله، مربوط به پریماوراست، برای کسایی که بخوان تدریس کنن قطعا لازم دارن. برای مراکزی که خدمات آموزشی ارائه میدن، اگه بخواین تدریس کنین این سرتیفیکیت لازمه. ضمن اینکه این سرتیفیکیت کمه و فقط با این سرتیفیکیت امکان پیدا کردن کار تدریس خیلی خیلی آسون. ضمن اینکه قطعا به کارم کمک میکنه، یعنی به پیدا کردن کارم کمک میکنه. پرسیدن اگه برای پس دکترا بیایم بعدش میتونیم کار پیدا کنیم یا باید مدرک دانشگاهی از کانادا حتما داشته باشیم؟ نه لزومی به من، به جز رشته های پزشکی که اینجا تقریبا خیلی سخت براشون هست، ولی برای مدارک مهندسی اصلا نیاز به تحصیل در اینجا نیست. نمونش همون ویزای کاری که میگن دیگه، اصلا لزومی نداره شما اینجا تحصیل کرده باشین. من خودم اینجا تحصیل نکردم. من تا حالا 3 تا شرکت کار کردم. 2 تای اول که شرکت کوچیک بودن اصلا نه مدرکمو خواستن نه پرسیدن، فقط پرسیدن که میتونم این کارو بکنم یا نه. و اون شرکت سوم که شرکت بزرگیه، وقتی مصاحبه تموم شده رفتیم به امضای قرارداد، گفتن که طبق رزومه همه مدارکی که تو رزومت نوشتین یه کپی ازشون ارائه بدی. اصلا نیاز به تحصیل در اینجا نیست برای رشته مهندسی. شما میتونید امروز بیاین اینجا و فردا با اون رشته مهندسیتون یه جا شاغل بشید. منتها سرتیفیکیت ها میدونین بین المللیه، مثلا پی ام پی بین المللیه، ولی خب لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه شهید باهنر هست که مدرک خودمو دارم میگم، بین المللی تعبیر نمیشه. اه
پرسیدن که فرصت‌های تحصیلی و کاری در حوزه مهندسی صنایع مقایسه بین اروپا، آمریکا و کانادا میشه داشته باشید برامون بگید. من هیچ وقت اروپا نبودم، نمیشناسم اصلا، ولی حوزه های کاری به نظرم میاد مثلا ایران رو با اینجا مقایسه میکنم، حوزه های کاری کاملا مشابهه. مثلا با دوستانم صحبت کردم که QC کار میکردن یا مینتیننس کار میکردن، من تفاوت چندانی ندیدم. میدونی میخوام بگم اینطوری نیست که اگه شما اونجا کنترل پروژه کار میکنین فکر کنین اینجا کنترل پروژه یه جور دیگه کار میکنن. خیلی ساده و خوشبینانه نگاه کنیم که این همونه، فقط فرض کنیم که با یه زبان مختلف و با یه کالچر مختلف در یه کشور مختلف، و الا فرایند کاری، کانسپت، همه اینا یکیه. پرسیدن برای زمینه‌های کاری دیگه صنایع چه سرتیفیکیت های دیگه هست؟ خب میدونی من زمینه‌های دیگه رو نمیشناسم، ولی اینجا خیلی سرتیفیکیت زیاده. ممکنه شنیده باشین، مثلا فرض کنیم که اگه بخواین ساده‌ترین کارم بخواین انجام بدین، سرتیفیکیت تعریف شده براش هست. خیلی سرتیفیکیت زیاده. من مطمئنم تو همه حوزه‌های مهندسی صنایع سرتیفیکیت هست. دیگه حالا هر کس با گرایش کاری خودش. نکته دوم که باید بهش توجه کنیم، به نظرم میاد اینجا یه مقدار تخصصی تر از ایرانه، از این لحاظ که مثلا شما اگه میخواین تو کار کنترل پروژه کار کنین، اگه تو رزومتون بنویسین QC هم قبلا کار کردین، خیلی جالب نیست. ولی مثلا ممکنه تو ایران اینجوری تعبیر نشه، اینجوری تعبیر بشه که خب خوبه این فرد مثلا کنترل کیفیت هم بلده ها، ولی اینجا یه مقدار کارا تخصصی تره. برای همین به نظرم میاد برای کسی که میخواد مهاجرت کنه بیاد اینجا، اول باید یه فیلد برای خودش انتخاب کنه و دیگه تو اون فیلد جلو بره. اینکه مثلا فرض کنیم که یه سال یه فیلد کار کنین، بعد سال بعد بخواین کارتون عوض کنین، هم پیدا کردن کار سخت میشه، چون میگن شما قبلا توی فیلد دیگه ای بودی. و همین که آخه فرصتی هم نیست، شما نمیتونین تو 4 تا فیلد کار کنین سرتیفیکیت از 4 تاش هم بگیرین ها. میخواین توی باید توی فیلد کار کنیم که مثلا فرض کنیم که تخصصی تر کار کنیم، بتونیم 4 سال کار کردیم، 4 سال بعد یه پوزیشن بالاتر تو همین فیلد بگیریم. من به نظرم میاد صرفا باید یک فیلد رو انتخاب کنیم و بعد دیگه مقدماتش رو فراهم کنیم، ببینیم سرتیفیکیتاش چیه، مطالعات تخصصی تر ها. بله. درباره زبان انگلیسی و فرانسه تو کانادا هم لطف میکنید یک سری توضیحات مختصر رو خب من 7-8 سالی که اینجا بودم تورنتو زندگی کردم، اینجا زبان اول انگلیسیه. تو ایالات های دیگه مثل کبک اونجا زبان اول فرانسه است، ولی خب تو این کشور دو تا زبان رسمی هست، انگلیسی و فرانسه. تو بعضی از شغلا می نویسن اگه کسی فرانسه بلد باشه اولویت داره، خب البته مخصوصا برای مثلا کارهای فروش، مخصوصا که کاستومرهای مختلف دارن، ممکنه یه درصدشون مثلا فرض کنیم که زبان فرانسه صحبت کنن ها، یا تو خدمات پس از فروش اینها. ولی به طور مثال تو این پروژه که ما کار میکنیم، یه پروژه بزرگ، شرکت مادر یه شرکت فرانسویه، به همین خاطر نیروی کار فرانسوی زیاده و اینجا هم دوست دارن کسی که استخدام میکنن فرانسه هم بلد باشه. ولی در هر صورت مراکزی که از شما میخوان فرانسه هم بلد باشن خیلی کمه. به نظر میاد شاید خیلی مغروم صرفه نباشه که مثلا فرض کنیم که برای کسی که انگلیسیش در حد مثلا پرفکت نیست، حالا بخواد یه وقت بذاره فرانسه هم یاد بگیره که بتونه فرصت‌های شغلی بیشتری رو پیدا کنه. درسته. الان گرایش صدای من میاد؟ من میشنوم، صدا ضعیفه ولی من میشنوم.
کدوم گرایش مهندسی صنایع الان تو کانادا بیشتر احساس نیاز میشه و بازار کدوم کار بیشتره؟ بازار کدوم یکی از گرایش ها بیشتره که بچه ها بتونن از همین الان گرایششون رو اونه که قصد مهاجرت دارن واسه یه کار مشخص کنن و حالا سرتیفیکیت های مربوطه رو بگیرن؟ خب میدونید ما گرایش های کاری تو رشته صنایع زیاد داریم. مثلا فرض کنیم اگه همه گرایش های کاری دو دسته کنیم، اونایی که مربوط به پروژن و اونایی که مربوط به پروداکشنن. اونایی که مربوط به پروژن، خب یکیش همین پوزیشنی که الان در موردش زیاد بیشتر صحبت کردیم، پروژکت اسکیجولینگ، پروژکت منیجمنت، پروژکت پلنینگ، که به نظر میاد بازار کار خوبی داشته باشه. اون گروه دوم که مربوط به پروداکشن، راستش اطلاعات دقیقی ندارم، میشه مثلا قابل مطالعه است، ولی اینجا چون کارخونه زیاده دیدم مثلا پست‌های، همونطور که پست‌های پروجکت اسکیجولینگ زیاده، پست‌های پروداکشن اسکیجولینگ هم زیاده، چون پروداکشن زیاده، کارخونه‌های ماشین سازی زیادن، کارخونه‌های مواد غذایی زیادن. ولی راستش اینکه اسم ببرم مثلا کدوم گرایش خیلی بهتره نمیدونم، ولی گرایشی که من کار میکنم بازار کارش خوبه، خوب و اکتیو تر هم هست، چون شما بهتر میدونید پروداکشن خب یه کار روزمره است، ولی پروژه چالنجش بیشتره دیگه، یه خورده من خودم بیشتر دوست دارم. چه مقدار باید نرم افزارهایی که باید بلد باشیم، مثلا سطح یادگیری از اون نرم افزار باید چقدر باشه؟ باید خیلی حرفه‌ای باشیم یا مثلا بتونیم به صورت تجربی کار بکنیم واسه شون؟ میدونم به ندرت برام پیش اومده، به ندرت شنیدم که مثلا شما میرین مصاحبه، اونجا تو مصاحبه کامپیوتر باز کنن بگن که مثلا این کار رو تو پریماورا انجام بده. خب تو مصاحبه معمولا سوالایی که از شما میپرسن میخوان دانش شما رو بسنجن. حالا از طرف دیگه، خب شما وقتی می‌نویسی من به عنوان یه سینیر اسکیجولرم، نرم افزارت نمیتونه ضعیف باشه، ولی اگه نوشته باشی من میخوام به عنوان یه جونیر اسکیجولر اپلای کنم، خب بر شکل توقعی هم ندارن ها. میخوام بگم به پوزیشنی بستگی داره که شما اپلای میکنین. ولی اون روز یکی از دوستان میگفت که ما ضعف زبان انگلیسی داریم وقتی با بقیه هستیم و اینو میتونیم با دانش جبران کنیم. مثلا فرض کنیم که وقتی دانشمون بیشتر باشه یه مقدار میتونیم ضعف زبان انگلیسیمون رو جبران کنیم. خب ولی حالا از اون طرف هم نگاه کنیم، مثلا فرض کنیم به پریماورا به عنوان یه پکیج که خیلی زیاد استفاده میشه تو این کار، خیلی ساده اینجوری نگاه کنیم، بگیم یه درس سه واحدی دیگه ها. میخوام بگم یادگیری یه نرم افزار کار خیلی پیچیده نیست، با صرف مثلا دو سه هفته وقت میشه دانش، مثلا دانش اسکیل یه نرم افزار رو مثلا 20% افزایش داد. بنابراین وقتی توی مدت کوتاه میشه این دانش یاد گرفت، خب مشخصا هر چی بیشتر بلد باشیم بهتره. درست. حالا تو حوزه ما یه دونه نرم افزار بیشترم نیست، همین پریماوراست که حالا من وقتی کرمان بودم عموما تدریس میکردم، حداقل حالا نه در حد خیلی پیشرفته، ولی سعی میکردم بیسش رو ایجاد کنم برای دانشجویی که مثلا فارغ التحصیل شده خواست بره تو حوزه، حداقل یه دانش داشته باشه که بتونه از کجا شروع کنه. میدونم بقیه دانشگاه هم حتی امکان این کارو میکنن. یه نرم افزار شسته رفته و آسونیه، برای همین با یکی دو هفته میشه یه مقدار زیادی ازش رو یاد گرفت. میخوام بگم وقتی به این راحتی و سریع قابل کسب هست، شایسته نیست که مثلا فرض کنیم که من تو مصاحبه بگم پریماورام ضعیفه. یکی از دوستان پرسیدن در زمینه دیتا ساینس اگه آشنایی دارید در مورد کار و مداری که باید داشت توضیح بدید. متاسفانه نمیدونم. یه سوال دارم.
کدوم طرز فکرتون بود که بعد از مشغول شدن به کار کاملا تغییر کرد؟ به نظر میاد حالا شاید خیلی کلی اینجوری جواب بدم. میدونین تو کشور ما تو ایران خیلی محدودیت های زندگی زیاده، یعنی در مورد لباس پوشیدن هم حتی محدودیت داریم، خیلی خیلی بعضا آزاردهنده است، ولی در مقابل اینجا هیچی جرم نیست، هیچ محدودیتی وجود نداره. ولی من اینجا به وضوح حس کردم که میشه خیلی راحتتر و ساده‌تر به زندگی نگاه کرد و این پیچیدگی ها و محدودیت هایی که ما بعضا برامون ایجاد میکنن یا خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم میشه رها شد. در صورت زندگی همینه که هست دیگه، درسته؟ خیلی بله. ساده تر، خیلی یه محیط کاملا متفاوتیه. شما تصور کنید که مثلا خیلی محدودیت ها کمتره، خیلی راحت تر، خیلی تعامل راحت تر. من خیلی احساس راحتی بیشتری کردم اینجا. حتی با دغدغه هایی که برای انس و برای یک فرد مهاجر وجود داره، میدونید دغدغه ها اگه سال اولو کنار بذاریم که خب دغدغه ها خیلی متفاوتن. مثلا فرض کن شما اینجا مثلا فرض کن که یه فرزند 4-5 ساله داری، مدرسهش هست، ها اینا رو کنار بذاریم، فقط یه دغدغه میمونه، اونم دغدغه شغله. چون به نظر میاد برای یه تحصیل کرده که مهاجرت میکنه اولین عامل شغل بوده دیگه، درسته؟ ولی دلیل دیگری حداقل من به نظرم نمیاد، اگه دلیل دیگه ای باشه از این مهمتر نمیتونه باشه. دغدغه اصلی شغله، شغلم فرایندش کاملا تعریف شده است، ممکنه زمان بر باشه ولی فرایند تعریف شده است. خب دغدغه های زندگی همه جا هست دیگه، اینجا به نظرم میاد دغدغه ها کمتره. یعنی اگه دغدغه های شغلی کنار بذاریم خیلی همه چی تعریف شده و شسته رفته است، خیلی زندگی راحت تره. درست. مهندسی چقدر تو کشورهای دیگه شناخته شده هستش؟ چون بعضی از کشورها اصلا اسم مهندسی صنایع رو نشنیدن. ها خب حالا یه چیز جالب که من اینجا اوایل خیلی برام جالب بود، بعد دیگه زیاد دیدم دیگه عادی شد، الان خودتون میتونید سرچ کنین. به ندرت دیدم وقتی یه شغل آگهی میکنن بنویسن که یه مهندس صنایع باید باشه، در حالی که تو ایران وقتی شما مثلا روزنامه همشهری باز میکنه که آگهی های کار هست، همون رشتهشو درشت مینویسن، مثلا باید یه مهندس صنایع باشه، مینویسن فارغ التحصیل یک رشته انجینیرینگ یا ساینس. برای همین من همکار اسکیجولر دارم که بیولوژی خونده، همکار دارم که مهندسی نساجی خونده، ها همکار دارم که مهندسی شیمی خونده. خیلی باید تخصصی باشه که بنویسن مثلا فرض کن که این فرد باید حتما مثلا این رشته رو داشته باشه. به همین خاطر خب من استنباط که شخصا دارم از ایران کمتره اینجا. حداقل اینجا دروش نمی‌نویسن که این فرد باید مهندس صنایع باشه. برای همین اونجا هر کس که روزنامه همشهری بخونه می‌بینه که یه رشته‌ای هم هست به نام مهندس صنایع، هر کس که دنبال کار می‌گرده تو هر فیلدی. اینجا اینطوری نیست. اصلا من هیچ وقت ندیدم که حداقل برای کار اسکیجولر بنویسن باید مهندس صنایع باشه. اصلا می‌تونه رشته مهندسی هم نباشه. فکر می‌کنم اونجا یه مقدار شناخته شده تر از اینجاست. فکر میکنم شاید اروپا به ایران نزدیک باشه. درست. یعنی اونجا کلا مدرک‌گرا نیستن، بیشتر دنبال اون مهارتی هستن که اون فرد داشته باشه و بتونه تو اون فیلد کاری. 100%. من همین عرض کردم، میگم تو این شرکتی که الان کار میکنم وقتی خواستم قرارداد امضا کنم گفتن که کپی مدرکتم بیار. ولی
در مورد گرایش که دیگه هیچ وقت مطرح نمیشه، مخصوصا گرایش صنایعی که نسبتا به هم دیگه نزدیک اما در حد 10-15 واحد اختلاف دارن، به نظرم میاد که به هیچ عنوان نمیتونه محدودیت باشه. یکی از دوستامون چند روز پیش داشت میگفت که میخواست اپلای کنه برای اینکه سرتیفیکیت بگیره که مترجم بشه، بعد میگفت که تو مدارکی که لازم داره ننوشته که باید مدرک مترجمی داشته باشی، نوشته که اگه مدرک غیر مرتبط داشته باشی و مثلا فرض کنیم که 500 ساعت کار ترجمه انجام داده باشی هم قبوله. حالا این دوستمون مهندسه خب، ولی قبلا یه مقدار ترجمه کار کرده. بعد من دیدم تو اون فیلدم مثلا فرض کنیم که اگه بخوای ترنسلیتر بشی هم بازم دست روی مدرک خاصی نمیذارن. به نظر میاد به همین خاطر عرض میکنم، به نظر میاد راه بازتره، فرصت ها بیشتره، محدودیت ها کمتره، مخصوصا برای یه نیروی مثلا فرض کنیم که جوانتر که هنوز فرصت بیشتری برای زندگی داره، شاید مناسب تر باشه. بله بله. یکی از دوستانم پرسیدن برنامه ریزی ایجیل یا حالا اسمش من درست نمیتونم بخونم، در ایران خیلی استفاده میشه و همچنین نرم افزارهای مربوط به آن، آیا در کانادا هم این نوع برنامه ریزی بسیار استفاده میشه؟ گفتم برنامه ریزی ایجیل، AGILE. AGIL بله بله. نمیدونم، من اطلاع دقیقی ندارم. نه من نمیدونم. یکی از دوستان دیگه‌مون هم پرسیدن میتونم نظر و تجربه شخصیتون رو در مورد مهندسی صنایع دانشگاه باهنر به عنوان دانشجو و هیئت علمی اونجا بدونم؟ بله حتما. خب پیش شما سوال خصوصی تلقی نمیشه. من 74 تا 78 اونجا دانشجو بودم، 78 تا 80 فوق لیسانس خوندم، بعد به عنوان یک و به عنوان هیئت علمی که برای طرح سربازی اقدام کرده بود با یک قرارداد 4 ساله وارد دانشگاه باهنر شدم، بعدم تمدید کردم 10 سال اونجا موندم. خب میدونین اون موقع که من دانشجو شدم تعداد دانشگاه‌های کشور که صنایع داشتن فکر می‌کنم 5 تا بودن، یزد بود و کرمان و بندرعباس و مثلا فرض کنیم که 2-3 یا 5 تا شهر بودن، شاید اصفهان و تهران. به هر شکل تعداد دانشگاه خیلی محدود بود. من هم در دوران دانشجویی هم در 12 سال کنجه هیئت علمی بودم، حس خوبی دارم نسبت به اونجا. از همه کسایی که اونجا برام زحمت کشیدن تشکر میکنم و حدود مثلا شاید 300-400 تا دانشجویم اونجا، دانشجو که نه، الان 300-400 نفر از دانشجویانی که الان به عنوان مهندس صنایع تو کشور شاغلن در ارتباط بودم. ولی این دوستمون اگه دیتیل بخوام بپرسن من با کمال میل جواب میدم. فعلا که چیزی نگفتم. فیل فری. خب من جان، من زیاد صحبت کردم، پیامو حواسم نبود. یکی از دوستان پرسیدن که در مورد اعداد ارقام واضح‌تر صحبت کنی. خب من نخواستم، اصلا نخواستم که گونگ صحبت کنم، فقط خواستم که یه خورده محتاط‌تر باشم، مخصوصا در مورد حقوق که پرسیدین. خب حقوق اعدادش کاملا فیکس نیست، رنجش پراکنده است. به همین خاطر مثلا گفتم از $50 در ساعت مثلا برای این خدماتی که ما ارائه میدیم پرداخت میشه تا 75-80 اگه خارج از شهر باشه، که مثلا فرض کنیم که بالای 100 کیلومتر معمولا یه پرداختی هم اون میکنن. برای همین فقط خواستم یه خورده محتاط تر بگم، والا اگه فیکس بود قطعا
یکی از دوستام در مورد پستاک پرسیدن. من چون اینجا تحصیل نکردم اطلاع زیادی ندارم، ولی فقط سوالشون نوشتن که اگه برای پستاک بیایم بعدش میتونیم کار پیدا کنیم یا باید مدرک دانشگاهی از کانادا داشته باشیم حتما. اولا که پستاک خب به عنوان یه مدرک اینجا تعبیر میشه قطعا، منتها اصل ایراد این سوال اگه من خوب متوجه شده باشم اینه که خب میدونین من وقتی اومدم اینجا فوق لیسانس داشتم، اپلای کردم به این جاب، الانم هم دارم همون کار انجام میدم. اگه لیسانسم بودم بازم میتونستم این کار بکنم، الانم هم که دکترا گرفتم بازم همین کار رو دارم میکنم. چون میخوام همین کار رو ادامه بدم، هیچ نیازی هم نمیبینم برم پستاک بخونم. میخوام بگم اگه شما رفتین پستاک خوندی، احتمالاً دیگه حاضر نباشین با لیسانستون کار کنین. درسته؟ چون اگه میخواستین با لیسانس کار کنین، خب چرا این فرایند طولانی رو میرفتین؟ حالا از اون طرف هر چه تحصیلات بالاتر باشه قطعا انتخاب ها و شغل ها تعدادشون کمتر میشه دیگه، درسته؟ خب برای کسی که پستاک خونده نمیدونم، شاید گزینه اول تدریس باشه که اینجا نسبتا حداقل از بقیه شغل ها تدریس کردن تو دانشگاه سخت تره. اینجا فارغ تحصیل زیاده، دانشگاه های خوب خیلی زیادن. یا بگم به هدف بستگی داره. اگه کسی میخواد بیاد اینجا مثلا فرض کنیم که توی یکی از گرایش‌های مهندسی صنایع کار کنه، خب نه نیازی به PhD هست نه نیازی به پستاک هست. اگه کسی میخواد بیاد اینجا تحصیل کنه بعد برگرده ایران هیئت علمی بشه، خب این بهترین آپشنه. میخوام بگم پستاک نمیتونه ابزاری برای پیدا کردن کار باشه، چون برای پیدا کردن کار لیسانس هم کفایت میکنه. اهمیت داشتن مقاله های ISA چقدر تو زمینه کاری مهمه؟ در زمینه کاری خب بسیاری میگم اگه کار ریسرچ باشه قطعا مهمه، ولی اگه کار ریسرچ نباشه شاید نزدیک به 0%، خیلی کم. حالا حداقل تو این فیلدی که ما کار میکنیم مثلا بعید میدونم کسی گاهی از شما به پرسیکای شما مقاله ISI در زمینه کنترل پروژه دارین یا نه. یه سوال در رابطه با وضعیت زندگی، خدمات درمانی تو اونجا تو کانادا در نسبت به انسان نسبت به ایران چقدر بهتره؟ چه فاکتورهایی داره؟ چه مزیتایی اونجا داره که اینجا نداره؟ خب اینجا سیستم درمانش کاملا متفاوته. ضمن اینکه مزایای زیادی داره، معایبی هم قطعا داره. خب مزیتش اینه که اینجا تقریبا خدمات درمانی برای همه رایگانه، بیشتر برای دو سه مورد. مثلا فرض کنیم که یکیش دندانه، یکیش چشمه، زیبایی، اینا پوشش نمیده، ولی خدمات درمانی بیسیک برای همه رایگانه. حالا شما اگه مثلا شاغل شدین که محل کارتون بیمه بده، اون موقع اون اقلام دیگه هم پوشش میده، مثلا چشمتون هم پوشش میده، دندون هم پوشش میده و غیره. چون مزیت بزرگی تعبیر میشه دیگه، درسته؟ چون شما هزینه‌های پزشکی خیلی گرونه و رایگانه. اگه کسی مثلا فرض کنیم که ساکن اینجا نباشه براش اتفاق بیفته، از این زیادی باید پرداخت کنه، به همین خاطر خیلی مزیت محسوب میشه. خب در مقابل این سیستم ایو هم داره دیگه، چون که رایگانه، فرایند خدمت دهی کنتره، مراجعه به یک متخصص تقریبا مراجعه مستقیم ممکن نیست، چون لزوما باید پزشک خانوادهتون رو ببینین و پزشک خانواده شما رو معاینه کنه، اگه لازم بود شما رو ریفر کنه، مثلا فرض کنیم که برین MRI. صف انتظار معمولا بیشتره. سعی کردم هم مزایاش رو بگم هم معایبش. خیلی ممنون. یکی از دوستانمون پرسیدن میشه نظرتون رو درباره دانشگاه‌های کانادا در ایالت‌های مختلف بفرمایید و اینکه کدوم ایالت برای زندگی دانشجویی با توجه به شرایط هر ایالت مناسب تره؟ میدونی اینجا کشور خیلی بزرگی و بابای خیلی خیلی مختلفی داره.
مراکز استانها معمولا شهرهای گرونی هستند. ونکوور مثلا خیلی گرونه، تورنتو شهر خیلی گرونیه. حالا کسایی که میخوان منطقه دانشگاه خوبی دارن، حالا مثلا فرض کنیم که تورنتو گرونه ولی کینگستون یه شهریه مثلا یک دو ساعت فاصله داره، یا واترلو یه شهر یک دو ساعت فاصله داره، دانشگاه خیلی خوبی دارن. برای همین دیدم دانشجوها ترجیح میدن به جای اینکه بیان تورنتو زندگی کنن، برن کینگستون یا برن مثلا واترلو، که حالا تو رشته ما خیلی هم دانشگاه معروفیه، چون یه خورده از تورنتو دورترن، شهرهای کوچیکترین، هزینه ها پایین‌تر. خب دیگه در هر صورت رنگ دانشگاه مهمه. حالا مثلا فرض کنیم اگه رنگ دانشگاه برای کسی مهم نباشه، ممکنه برین دانشگاهی پیدا کنین که مثلا توی شهر کوچیکتری، فاصلهش مثلا از مراکز استان خیلی دورتره ولی هزینه ها پایین‌تره. ولی خب در مقابل مثلا تورنتو دانشگاهش گرون‌تره ولی فرصت شغلی هم بیشتره. شما میتونین به دانشجو اینجوری که من شنیدم 20 ساعت اجازه کار میدن، میتونین مثلا تو شهر بزرگتر زندگی کنین، یه مقدار در مقابل یه مقدار درآمد هم داشته باشین که هزینه‌هاتون رو پوشش بده. خواستم هر دوروی سکه رو بگم، ولی خب اگه برین تو شهر کوچیک هزینه‌ها کمتره و احتمالاً فرصت‌های شغلی هم کمتره. بله دوست عزیز، اینجا دانشگاه‌های معروف تو رشته ما، ببخشید معذرت می‌خوام، یکی واترلو هست، یکی هم دانشگاه گولف هست که اونم نزدیکه و تو رشته صنایع، حداقل تو این فیلدی که من کار کرده می‌دیدم یه درصد زیادی از مقالات از اون دانشگاه میومد. رشته صنایعش خیلی خوبه. یه دوستی هم دارم که اونجا تحصیل می‌کنه، هم تو واترلو، دانشگاه‌های خوب و فاصله شون هم تو تورنتو خیلی زیاد نیست، گولف فکر کنم 2-3 ساعته، واترلو در حدود 1.5 ساعت مثلا. هم دانشگاه خوبی هن، هم هزینه ها پایین تره. بله رنگشون هم بالاست دیگه، دانشگاه خیلی خوبی. یکی دیگه از دوستامون جناب آقای قیاسی پرسیدن که در مورد نمرات مدارک زبان توضیح میفرمایید، برای کار چه مدارک زبانی لازم هست و با چه نمراتی؟ خب برای کار هیچ مدرک زبانی نمیخوام، هیچ مدرک زبانی نمیخوام. شما رو مصاحبه میکنم، شما میری اونجا مثلا 1-2 ساعت مصاحبه دارین، اصلا مدرک زبان نمیخوان، تا بعد شما رو ریجکت میکنن. بعد حالا بعضیا میگن، بعضیا نمیگن، ممکنه بعضیا میگن که شما مثلا کامیونیکیشن ضعیف بودی، درسته که اشاره میکنه که به زبان به نوعی، ولی بعید میدونم برای رشته مهندسی صنایع بگن که شما باید مثلا فرض کنید که مدرک آیستتون رو ارائه بدین. من هیچ وقت نشنیدم. میدونین وقتی با شما صحبت میکنن دیگه همه چی حله، درسته؟ شما باید شما وقتی مشخص میشه که زبانتون در چه حدی، ولی مدرک قطعا نمیخوان. یکی دیگه از دوستامون پرسیده برای ما ترم اولی ها چه توصیه یا پیشنهادی دارید؟ خب ترم اول، ترم دوم، ترم سوم، شاید ترم چهارم، درسایی که میخونیم خیلی جنراله. خب مثلا فرض کنیم که ریاضی ها رو میترونیم، شیمی میترونیم، فیزیک میترونیم، از وقتی وارد دروس تخصصی میشی اول از همه من چیزی که همیشه تاکید کردم دانشه. من معتقدم تجربه بدون دانش تجربه خوبی نیست، دانش رو هم فرد از دانشگاه کسب میکنه. بنابراین اولین توصیه اینه که هر چقدر که یه فرد میتونه باید درستاشو خوب بگذرونه و هر چقدر که در تواناییش هست مطالعه کنه. این از این. وقتی فارغ التحصیل رشته صنایع هستیم باید حداقل بتونیم گرایش های صنایع رو تعریف کنیم و حوزه کاریش رو بشناسیم، درسته؟ بتونیم یه گروه بندی خوبی، یه استراکچر خوبی تو ذهن خودتون داشته باشید. به نظر من فرد اگه وقتی فارغ التحصیل میشه با یه دانش خوب فارغ التحصیل بشه به اضافه فیلد کاری خودش انتخاب کرده باشه، به نظرم میاد فرد موفقیه که وقتی از دانشگاه خارج شد بدونه داره دنبال چی میگرده.
ها اینکه مثلا فرض کنیم که برای کوالتی کنترل، برای کنترل پروژه، برای مینتیننس، برای پروداکشن همه رو با هم اپلای نکنه. میدونین اصلا نمیخوام بگم بعد اینجوری، فقط میخوام بگم فرد هر چی زودتر تصمیم خودشو بگیره خب میتونه زودتر موفق بشه. خیلی ممنون، امیدوارم که جوابشون رو گرفته باشن. یکی از دوستان دیگه‌مون پرسیدن جناب دکتر اگه رشته لیسانس کشاورزی باشه و ارشد صنعت پیش بیانه. خب راستش یه مقدار شخصیه، من فکر میکنم نه، من فکر میکنم نه. منتها میدونی رشته صنایع خیلی جنراله، شما میتونید بگید مدیریت، مدیریت منابع کشاورزی ها، میتونید بگید مدیریت پروژه های کشاورزی، میتونید رفت بدین. دوم این که من استنباطم اینه که این دوستمون میپرسن که اگه لیسانس کشاورزی باشه فوق لیسانس صنایع آیا میتونن تو رشته با تو رشته صنایع کار پیدا کنن یا نه؟ احتمالاً منظورشون این بوده. من به نظرم میاد هیچ ایرادی نداره، هیچ مانعی هم نیست. من تو این رشته خودمون خیلی همکار دیدم، از رشته های عرض کردم بیولوژی هم دیدم دیگه، خیلی پرسته درسته، ولی خب یه اسکیجولر خیلی موفق در صنعت فارماسیوتیکاله. یکی از دوستای دیگه‌مون پرسیدن آقای دکتر اگه هدفمون تدریس و عضو هیئت علمی باشه بین دو گزینه اپلای برای دکترای دوم و اقدام به پست دکتر یا پستاک کدوم بهتره و امکان پذیرتره؟ بین گزینه یعنی که یعنی مثلا یه دکترا باشه حالا بخوان اپلای کنن برای دکترای دوم؟ والا سوالشون رو اینجوری نوشتن بین دو گزینه اپلای برای دکترای دوم و اقدام به پستاکت کدوم بهتر و امکان پذیرتره، یعنی هدفشون تدریس و عضو هیئت علمی بودن، علمی شدنه، ولی بین دو گزینه اپلای برای دکترای دوم و اقدام به پستاکت میگن کدوم بهتر و امکان پذیرتره، این سوالشون بوده. خب راستش به نظر میاد یه مقدار شخصی باشه. آقا شما وقتی پستاک میخونین خب یه دکترا دارین، حالا دارین پستاکشو میخونین، تو همون فیلد هستین، به طور قطع میتونین کارم بکنین، بنابراین یه کار مرتبط دارین، دکترای مرتبط دارین، حالا پستاکم میخونین دیگه، دوره پستاک کوتاه‌تره، نتیجه شما تو تخصص خودتون یه مقدار عمیق‌تر کار میکنین. دکترای دوم خب اگه فیلد شبیه باشه که خیلی به نظر میاد منطقی نباشه، اگه بخواد یه فیلد دیگه بخونه خب برای کسی که دکترا میخونه خب احتمالاً 25 حداقل 25 6 سال سن داره دیگه، حالا مثلا فرض کنیم که 26 سالگی بخواد فیلد عوض کنن، میدونه خیلی شخصیه. راستش من با وجود اینکه فرصت بود نخواستم فیلدمو عوض کنم، چون برام توجیه پذیر نبود. میدونین پیش خودم گفتم خب من 7 8 10 سال درس خوندم، حالا اگه با این 10 سال نتونم یه کاری پیدا کنم، نتونم تو این فیلد کار کنم، خب دیگه حالا این 10 سال و مثلا 4 5 سال میشه اضافه کردنش، خیلی قانع نشدم، قانع نشدم. شاید معناش این باشه که زیاد پیش میاد، شاید معناش این باشه که من یکی از دوستامو میگفت که من وقتی لیسانس گرفتم تازه متوجه شدم که من باید کارگردان میشدم، چقدر دور از هم ها. شاید به همین خاطر بود که من گفتم اگه یه نفر که لیسانس صنایع میگیره فارغ التحصیل میشه تکلیفش مشخص باشه با خودش که تو چه فیلد و حوزه ای میخواد کار کنه. ببین در واقع منظورم این بود که دیگه نخواد بعد از 10 سال کار کردن مثلا
حالا فیلدش عوض کنه یا بره مثلا یه رشته دیگه درس بخونه. میدونید به نظر میاد مثل قبل این که مثلا شما 4 تا لیسانس داشته باشین یا 3 تا دکترا داشته باشین به نظر میاد خیلی مزیتی نباشه، مخصوصا این که در شرایط قدیم وضعیت اقتصادی خیلی مطرح نبوده. الان خب در هر صورت شما هر رشته‌ای بخواید بخونید کسب درآمد از اولویت‌هاست دیگه، درسته؟ کسی به این راحتی حاضر نمیشه رشته‌ای رو بخونه که بازار کارش خیلی بد باشه و درآمدش هم خیلی ناچیز باشه. بله. ببخشید یه مقدار شخصیه، من راستش یعنی خیلی فرق میکنه برای افراد مختلف. ولی خب کسایی هم دیدم که مثلا فرض کنیم که اینجا 4-5 تا سرتیفیکیت از حوزه‌های مختلف گرفتن ولی شغل خوبی نداشتن. شاید معناش اینه که مثلا فرض کنیم که مثلا 3 ماه تلاش کردن نتیجه نداد بعد فورا فیلد رو عوض کردن، شاید معناش این بوده که مثلا توی مدت کم خیلی زود مسیر رو عوض کردن. حالا در هر صورت یه دکترای کاملا متفاوت از دکترای اول خوندن اگه خیلی متفاوت باشه فقط معناش اینه که فرد تو دکترای اولش خیلی خوب انتخاب نکرده، درسته؟ بله. یکی از دوستان میگم نظر شخصی میگفتم دیگه، امیدوارم که خیلی ممنون از صحبتتون. یکی از دوستامون گفتن میشه یه راه ارتباطی با خودتون برای ما بگید؟ خب آقای شلو ما چقدر دیگه وقت داریم؟ حدود نیم ساعت دیگه. خب حتما من یه تجربه شخصی دارم، یه کاری که انجام دادم میخوام با شما به اشتراک بذارم. برای کسی که علاقمند تو این فیلد باشن حداقل به عنوان یه آپشن براشون مطرح باشه، ممکنه وقتی فارغ التحصیل شدن براشون پیش بیاد یا حداقل یه تلنگری باشه مثلا فکر کنن ممکنه که. حالا راههای ارتباطی هم آخر جلسه با هم صحبت میکنیم. من خدمتتون عرض کردم الان رفتم توی سازمان، یکی دو سال پیش گفتم که من دوست دارم برای نیوکامر که میاد اینجا هفته 1-2 ساعت وقت بذارم. خب بی نهایت خوشحال میشم که این وقت رو با شما بگذرونم. برای همین هر گونه کمکی که در این زمینه اگه بتونم قطعا با کمال میل انجام میدم. ایمیل هست، لینکدین هست، شماره تلفن هست، هر چیزی. ولی در هر صورت حالا این تجربه که میخوام بگم، من 1-2 سال اول که کار میکردم توی شرکتی کار میکردم، شرکت کوچیک بود و اون موقع متوجه شدم که حالا مثل ایران که تمام پروژه های دولتی کوچکترین تا بزرگترین از طریق مزایده و مناقصه هست. این شرکت کارش این بود که تو این سایت هایی که مزایده و مناقصه ها رو میزنن سرچ میکرد، پروژه هایی رو پیدا میکرد که مناسب خودش باشه و بعد این داکیومنت های مورد نیاز برای شرکت در اون مزایده یا مناقصه رو تهیه میکرد و میداد. یکی از داکیومنت هایی که حتما باید اینجا تهیه میشد اسکیجول بود. برای همین هر پروژه‌ای باشه، خب شما اگه بخواید اپلای کنین باید بگین که شما این پروژه رو میخواین با چه مقدار هزینه و با در چه مدت زمان انجام بدین. کاری که من انجام میدادم، من این کار اسکیجول رو انجام میدادم، یعنی داکیومنت های پروژه رو نگاه میکردم، نقشه ها رو میخوندم. حالا معمولا همه پروژه ها 2 تا داکیومنت اصلی میدادن برای شرکت در مناقصه، یکیش نقشه ها هست، یکیش هم یه فایل توضیحات specifications میگن specs. من اون specs و drawings ها رو میخوندم و یه schedule تهیه میکردم. مثلا فرض کنیم که حالا معمولا هم میگن این پروژه باید 4 ماه تهیه بشه، یه schedule تهیه میکردم که نشون میداد این پروژه به طور دیتیل با انجام چه فعالیت هایی در مدت 4 ماه میتونه تموم بشه. خب بعدم به این نتیجه رسیدم که خیلی از شرکت ها اینجا، شرکت کوچیک خیلی زیاده، شرکت های کوچیک اونایی هستن که هیچ تمایلی ندارن یه اسکجولر تمام وقت استخدام کنن و بهش حقوق بدن، چون که کارشون اصلا کارشون کمه، درسته؟ این شرکت نیاز داشت که اگه ماهی مثلا فرض کنیم که 2 تا مناقصه میخواد شرکت کنه، یه نفر باشه که
برای این دوتا پروژه دوتا اسکجول آماده کنه بده. حالا هر اسکجول هم چقدر، مثلا بگیم 10 ساعت وقت میگیره، 20 ساعت وقت میگیره، ها دوتا 20 ساعت 40 ساعت. بنابراین لزومی نداره یه نفر استخدام کنه هفته 40 ساعته حقوق بده در حالی که کاری براش نیست. از دو سال پیش یه بزنس خیلی خیلی کوچیک رو شروع کردم. سعی کردم شرکت‌هایی رو پیدا کنم که شرکت‌های کوچیک که اینجوری کار می‌کنن و بهشون خدمات اسمش رو گذاشتم Project Scheduling Services، این خدمات رو ارائه بدم. داشتم فکر می‌کردم شاید مثلا دوستان عزیز تو ایران بتونن این کارو بکنن. حالا من نمیدونم، اونجا هیچ وقت تو این فیلد نبودم تو ایران که آیا مناقصه ها وقتی انجام میشه آیا اسکیجول هم میخوان یا نه. خب اگه اسکیجول بخوان اون موقع این کارو باید یه اسکیجولر انجام بده. ولی خب اینو به وضوح اینجا دیدم که اینجا خیلی شفافه. مثلا فرض کنیم که ما همه مدارک مناقصه رو آماده میکردیم میدادیم و بعد مثلا هفته بعد دوباره وبسایت نگاه میکردیم و تو وبسایت نوشته بودیم 5 تا شرکت شرکت کردن، قیمتاشون این بوده و قیمت شرکت سوم که همه کمتر بوده برنده شده. خیلی خیلی شفاف، ضمن اینکه بازخورد میگرفتیم از کارمون و که برای پروژه های بعدی خیلی خوب بود، شفافیتی هم بود و شما میدونستی چرا برنده نشدی یا چرا برنده شدی. خب بگذاریم، حالا به هر شکل میخوام اینو بگم، میخوام بگم تونستم مثلا فرض کنیم که حالا شرکت خیلی بزنس نوپاییه، تقریبا 2 سال شروع کردم، ولی در هر صورت میخوام بگم همیشه هم اینطور نیست که دنبال یه شرکتی بگردیم که بریم اونجا به عنوان اسکیجولر کار کنیم براشون. خب این شرکت به نوعی سلف امپلوید محسوب میشه دیگه، ها من خودم برای خودم دارم کار میکنم، اون شرکت هم سرچ میکنه هر وقتی پروژه‌ای ببینه مناسب باشه مدارک اون پروژه رو به من ایمیل میکنه و از من میخواد که یه اسکیجول براش آماده کنم. ددلاینش هم مثلا میگه 10 روز بعد، منم در مدت این 10 روز مثلا 10 ساعت 20 ساعت 30 ساعت هر چقدر لازم باشه یه اسکیجول آماده میکنم میدم به اون شرکت. خب فقط خواستم بگم یه فیلد کاری تونستم پیدا کنم که حالا بعدن دیدم شرکت‌های اینجوری هم هستن ولی تعدادشون خیلی محدوده. من تا چون یه کار فول تایم دارم خیلی نتونستم وقت بذارم، ولی در هر صورت قابل توسعه است. الان تلاش میکنم مثلا فرض کنیم که شرکت های بیشتری رو پیدا کنم. حالا تصور کنیم مثلا فرض کنیم که با 10 تا شرکت قرارداد داشته باشم، ما 10 تا شرکت هر کدومش ما یکی دو تا پروژه داشته باشه، مثلا میتونم ما فراتر از کار یک شخص میشه، بیشتر از هفته 40 ساعت میشه که یک شخص باید کار کنه و ضمن این که یه خیلی خیلی به قولن یه رضایت بخشی خاصی هم داره. ها شما میگین تونستین یه شغل ایجاد کنین، خیلی خیلی به قولن ساتیسفایینگ هم هست، هیچ هزینه هم نداره. میخوام بگم لزوما نباید دنبال یه شرکت بزرگ بگردیم که نیاز به اسکیجولر داره و خیلی سختی بکشیم تلاش کنیم اونا رو قانع کنیم که ما رو استخدام کنن که براشون کار کنیم. درسته خیلی فیلد قشنگ خوبیه که حالا اگه کسی تو ذهنش بود ما میتونیم بعدا دیتیل مثلا فرض کنیم اگه فکر میکنیم خواستیم بریم تو این فیلد که من بتونم کمک کنم، بی نهایت باعث خوشحالیه. حالا من راه های ارتباطی و ایمیل دارم، شماره تلفن دارم، لینکدین دارم، همه رو میتونم همه رو اینجا بنویسم که اگر امکانش هست این لطف اگر امکانش هست این لطف رو انجام بدید، یا اگر راحت ترید که با آقای